بیش از ده ها بانو در یک بازار ویژه زنان در شهر کابل در بخش لباس های زنان فعالیت می کنند و می گویند که زمینه کار را برای شماری از خانم های دیگر نیز فراهم ساختند. این بانوان که در بخش های صنایع دستی و فروش لباس های زنان کار می کنند وضعیت بازار را کمرنگ عنوان می کنند. اما از این که اجازه کار کردن در این بخش را دارند خرسند هستند. نجیبه حسینی یکی از فروشنده های لباس زنانه در این مارکت است. او میگوید از اینکه فرصت کار را برای خانم های دیگر فراهم ساخته خرسند است. از کاربر خوب بسیار راضی هستم. در کنارم به خانم های زیادتر مصروف است. واقعا خیلی برای من خوشاینده که مثلا ما باعث میشم یا دیگرا باعث میشه که با زنای بیشتر کنار ما کار کنه، زنای بیشتری که به خانوادهش کمک ایجاد میشه. مثلا بر ما محصول لباس های ازاری که جور مینه، مثلا ما بهش یک مقدار پولی یا هزینه ای که در نظر میگیریم برای زن خیلی واقعا راضیه و کمک میشه. بر من واقعا جای خوشی است که ما میتونم بعضی از خانم ها، بعضی دختر خانم ها رو میتونم کمک. نجیبه دانشجوی سال سوم دانشکده علوم ساینسی بود که با قدرتگیری دوباره امارت اسلامی از تحصیل محروم شده است. او از امارت اسلامی میخواهد که دختران و زنان کشور را حمایت کند. از حکومت نمیرو میخواهیم که هیچ وقت روی زنا مثلا ایجاد نکنه که ای کار نکنید. واقعا هر انسان، هر مرد، هر زن از خود استعداد خاص خود داره، نه؟ باید اگر مثلا یک فرد که استعدادی واقعا از هر لحاظ مثلا لباس های زرگیر استعدادی داره یا در بخش دیگه هنر را استعدادی داره، بخش نقاشی داره یا بخش دیگه چیز داره، باید دولت حمایت کنه تا می فرد جامعهش به یک جای هدفی که داره برسه. صدیقه طوفان یکی دیگر از خانم های فروشنده است که می گوید زنان در چندین ولایت با آنان در بخش صنایع دستی کار می کنند. ما با مدت تقریبا یک سال میشه که آغاز به فعالیت کردیم در بخش صنایع دستی و هنری کار میکنیم که سرچشمه میگیره از لباس، چادر، کوله، واسکت و هر آن چیزی که مربوط به صنایع دستی به خصوص قوم هزاره میشه هسته و در قسمت خانمای زیادی با ما همکار و همگام هسته که ما برای از اونا مواد میدیم و اونا برای ما تهیه میکنن و ما کوشش میکنیم که محصولات صنایع دستیشان را به فروش بگیریم. در همین حال زنان و دخترانی که به این فروشگاه ها مراجعه میکنن میگوین که با فروشنده های زن خود را راحت احساس میکنن. اینجا ما آمدیم امروز برای خرید و آمدیم به یک دکان از بانوان و ما بسیار خوش هستیم که بانو امروز بانوها میتونه که خرید و فروش کنه، میتونه که اجناس مورد نیاز بانوان را بفروشه و ما بسیار راحت هستیم نسبت به یک مرد فروش زنانه داشته باشه. ما بسیار راحت هستیم که بتونیم از یک بانو، از بانوی خوب بتونیم که خریداری کنیم اجناسی که مورد نیاز ماست. پیام من میسته که می دختر خانم ما بیشتر کوشش کنند، بیشتر فعالیت کنند. دیگه می از دولت هم پیام بر دولت دارم که بمانه دختران خانم ما مثلا یک دکان داشته باشند یا یک فعالیت داشته باشند تا زنای جامعه دختران بتونی راحت تر بریم خرید خود کنیم. پس از مسدود شدن مکتب و دانشگاه برای دختران بیشتر آنان به خیاطی و صنایع دستی روی آوردند. زبیده که 3 سال می شود در بخش صنایع دستی و فروش لباس های زنانه فعالیت می کند می گوید که پس از ممنوعیت آموزش دختران تقاضای دختران و زنان برای کار کردن در بخش صنایع دستی افزایش یافته است. خانم های که امروی ما کار میکنن قبل از اینکه مکتب ها بسته شود صرف مربوط خانم های بود که در خانه بودن، دیگه خانم های خانه بود. باز متاسفانه فعلا چون اکثر خانم ها بیکار شده بخصوص دخترهایی که دوران مکتب و پانتونی چیزا بودن، یعنی تعداد کارمندای ما در این قسمت خیلی زیاد شده، تقریبا چندین برابر بیشتر شده، چون اکثر خانم ها فعلا بیکار است، خانه نشین شده دیگه. هرچند پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت زنان با محدودیت های گسترده ای مواجه شدند، اما هنوز هم شماری از بانوان در بخش های تجارت و صنایع دستی فعالیت می کنند.